بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان گرامی سلام، امیدوار هستم که همه شما صحتمند و تندرست باشه. در هفته ششم قرار داریم و اولین جلسه هفته ششم را آغاز میکنیم. در این جلسه هم به ادامه هفته گذشته ما شما تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ادامه میدیم. در درس قبلی ما شما نسبت های مفاداوری کار کردیم، سه تا نسبت مفاداوری که عبارت بود از حاشیه مفاد، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت نرخ بازده حقوق سامداران. در ادامه جلسه هفته قبلی باز هم ما اهداف درسی ما شما تجزیه و تحلیل نسبت های مالی که انشاءالله نسبت های فعالیت یا کارایی و نسبت های سیالیت در این جلسه، همچنان نسبت های دیون اینا مانده که بتونیم در این جلسه چه مقدار از اینا کار کنیم. برزی که ما بتونیم این نسبت ها کار کنیم و مسائل های از این نسبت ها عملا در همین جلسه درسی خوب پیش ببریم، نیاز داریم به بیلانس شرکتی که قبلا راجبه گفتیم، بلاس شرکت مهتاب و همچنان حساب مفاد و ضرر شرکت مهتاب. این یک شرکت فرضیه، ما شما به این ارقام نیاز داریم تا نسبت‌های بعدی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سیالیت و همچنان نسبت‌های دیون کار کنیم. در درس قبلی هم اگر شما باشه از روی ارقام این بلانس و مفاد و ضرر این شرکت نسبت‌ها کار کردیم. میریم به سلاید بعدی و نسبت های فعالیت کار میکنیم. خب همه قسمه که شما میفهمیم ما گروه دوم از نسبت های مالی تحت نام نسبت های فعالیت یا کارایی داریم. معمولا این گروه از نسبت ها به کارایی یا گردش اقلام دارایی ارتباط میگیره. یعنی ما میاییم گردش اقلام دارایی بیشتر در این بخش کار میکنیم. میبینیم که آیا میزان گردش اقلام دارایی زیاد بوده یا کم. به هر پیمانه که میفهمیم اگر این گردش دارایی زیاد باشه، به همون پیمانه تأثیر گذار روی مفاد یک شرکت. خب اولین نسبت ما نسبت گردش طلباته. نسبت گردش طلبات ما مثلا میشه به فروش نسیه بر طلبات. یعنی ما از داخل بیلانس شیت میتونیم که از داخل مفاد و ضرر فروش نسیه پیدا کنیم و از داخل بیلانس شیت هم طلباته. فروش به نسیه ما هست 4 میلیون و طلبات 350,000. برمیگردیم به اینجا، فروش ما بله فروش نسیه 4 میلیونه و طلبات ما هم در داخل بیلانس شیت 350,000. ارقام درسته؟ خب 4 میلیون بر 350,000 مثلا میشه به 11.4. یعنی که طلبات ما 11.4 مرتبه نوکنه شده. به این معنی که ما جنس به نسیه فروختیم، تونستیم پس پول جاری کنیم، باز دوباره به نسیه فروختیم، باز تونستیم پول جاری کنیم. به طور اوسط 11.4 مرتبه شرکت تونسته که طلبات را نوکنه بسازه. خب در اوسط شرکت بوده 10 بار، اوسط شرکت سایر شرکت ها بوده 10 بار، پس این شرکت بهتر از سایر شرکت ها در قسمت گردش طلبات کار کرده. متوسط دوره وصول طلب این شرکت چگونه هست؟ این فرمول ما مثلا میشه به طلبات بر متوسط فروش نسیه روزانه. طلبات ما 350,000 و متوسط فروش نسیه روزانه هم 11.11 به طور اوسط فروش نسیه روزانه هم این مبلغ بوده که این ما شما میتونیم از مجموع فروش ها تقسیم بر تعداد روزهای سال این به دست بیاریم. یعنی اگر ما 4 میلیون تقسیم 360 بسازیم، معمولا یک سال در بعض از فرمول 360 روز محاسبه میکنن، بعضی هم 365 به خاطر نون بودن و در بعضی از کتاب ها 360 محاسبه میکنن.
یعنی 4 میلیون تقسیم 360 بکنیم 11811 شد 11 به رسمیه که این متوسط فروش نسیه روزانه. خب وقتی ما طلبات تقسیم بر متوسط فروش نسیه روزانه بکنیم عدد 32 به دست میاد که اوسط صنعت ما 36 روز بوده، اما این شرکت طی 32 روز تانسته به طور اوسط طلبات خور به دست بیاره. یعنی جنسی که امروز فروخته حد اکثر تا 32 روز تانسته که پول او جنس به دست بیاره. خب شما میفهمید به هر پیمانه که زودتر پول نقد بشه به نفع شرکته. پس در اینجا نسبت به این صنعت که شرکت در اون کار میکنه اینجا موفق تره. سه تا نسبت دیگه از این گروه داریم که در این سلایت کار میکنیم، از نسبت های فعالیت یا کارهایی که گردش موجودی کدامه، دومی گردش دارایی ثابت و آخری هم گردش مجموع دارایی. این هر پنجتا جزه از نسبت های کارهایی که سه تا دو تا از این نسبت در سلایت قبلی کار کردیم و این سه نسبت هم در اینجا. نسبت بعدی ما گردش دارایی های ثابته که گردش دارایی ثابت ما مثلا میشه با خالص فروش بر دارایی های ثابت. باز هم خالص فروش اینجا داریم، مجموع فروش همون 4 میلیونه و دارایی ثابت ما هم در بیلانس شیت 800 هزار. اگر برگردیم برای که ببینیم بله مجموع دارایی ثابت ما 800 هزاره، پس بنابراین عدد درسته. 4 میلیون بر 800 هزار 5 میشه، 5 مرتبه به این معنی که دارایی های ثابت گردش کرده. وقتی ما فروش داشته باشیم 400 هزار نسبت فروش بر دارایی های ثابت میشه 5، یعنی به این مفهومه که به اندازه سرمایه که ما در دارایی ثابت داریم او 5 فروش ما 5 برابر سرمایه که در دارایی های ثابت مصرف رسیده. در اوسط صنعت هسته 5.4. البته اینجا باز گاهی ممکنه که شرکت ها، بعضی از شرکت ها مثلا شرکت های تولیدی تا شرکت های تجارتی یا خدماتی متفاوت باشه. بعض شرکت ها میزان دارایی ثابت از اونا زیاده، بعض شرکت ها میزان دارایی ثابت از اونا کمتر. ولی در صنعتی که کار میکرده کمی از اوسط صنعت کمتر گردش کرده دارایی ثابت. این بستگی به میزان دارایی ثابت داره، یعنی مجموع سرمایه شرکت چی مقدار از او به دارایی ثابت مصرف شده و چی مقدار در دارایی های سیار. این هم تاثیر گذاره. خب باز هم از اوسط صنعت کمتر، نزدیک به اوسط صنعت هست. نسبت بعدی گردش مجموع دارایی ها هست. گردش مجموع دارایی ها مثلا میشه به خالص فروش بر مجموع دارایی ها. تفاوت این دوتا شما میبینیم که اینجا دارایی ثابت داریم و اینجا مجموع دارایی ها. البته یک چیز هم یادآوری کنم که در عرصه این نسبت که شما میبینیم باز هم صورت ها مشابهه، خالص فروش اینجا هم خالص فروش و اینجا هم خالص فروش. چیزی که تغییر میکنه مخرجه. اینجا موجود گدام داریم، اینجا دارایی ثابت و اینجا مجموع دارایی. که شما از اینجا میبینیم چون گردش موجودی گدامه، شما در مخرج کسر داریم موجود گدام، اینجا گردش دارایی ثابته، در مخرج کسر داریم دارایی ثابت و اینجا مجموع دارایی، در مخرج کسر داریم مجموع دارایی. به خاطر گفتم که بیشتر این فرمول ها به ذهن شما جانشین بشه. خب خالص فروش داریم 4 میلیون که قبلا هم داشتیم، مجموع دارایی هم که از داخل بیلانس یاد شما هست 800 هزار دارایی ثابت داشتیم، 800 هزار دارایی جاری 1 میلیون و 600 هزار. البته یه عدد اشتباه ایر باید یک صفر اینجا اضافه کنیم. خب این عدد اصلاح کردم، 4 میلیون برای 1 میلیون و 600 هزار که جواب شده 2.5. یعنی دارایی ها مجموع دارایی های این شرکت 2.5 مرتبه در طول سال گردش کرده. گروه دیگه از نسبت های سیالیت هست. در این گروه دو تا نسبت ما شما کار میکنیم، یک نسبت جاری و یک نسبت آنی. نسبت جاری مثلا میشه به دارایی جاری بر دیون جاری. دارایی جاری ما در بیلانس شیت ما 800 هزار و دیون جاری هم 300 هزار. جواب از میشه 2.67 در حالی که اوسط سند 2.1 هست. این بره ما نشان میده که قدرت پرداخت قروض جاری ما تا چی اندازه هست.
آیا ما به اندازه قروض جاری دارایی جاری داریم که در زمان سر رسید بتانیم اونا رو پرداخت کنیم؟ معمولا این نسبت اگر نسبت دو باشه نسبت مناسبه. این شرکت 2.67 به این معنی که دارایی های جاری بیش از 2.5 برابر قروض جاری است. پس در زمان سررسید قروض به مشکل سیالیت بر نمیخوره. شما اینجا میبینیم 800 هزار دارایی جاری داره در حالی که 300 هزار دیون جاری داره. البته این نسبت نباید خیلی عدد بزرگی باشه، به خاطر که اگر خیلی عدد بزرگی باشه به این معنی که ما از سرمایه های غیر یا از دیون جاری استفاده نکردیم. این دارایی جاری معمولا در تجارت استفاده میشه، خرید به نسیه جزء از دیون جاری هست. نسبت دیگه داریم، نسبت آنی یا نسبت فوری. در این نسبت معمولا تفاوت وای که بالایی چیه؟ در بالا ما دارایی جاری داریم صورت کسر، اینجا دارایی جاری منفی موجودی گدام، یعنی ما موجودی گدام از دارایی جاری کم میکنیم تا به یک نسبت فوری سیالیت برسیم، چون موجودی گدام اول به نسیه فروخته میشه بعد به پول نقد، در حالی که سایر دارایی جاری مثلا خود پول نقد یا شبه نقد و طلبات زودتر نقد میشه. در اینجا ما فقط این شبیه به فرمول بالا هست با تفاوتی که فقط در صورت کسر ما موجود گدامی منفی میکنیم. خب در این صورت صورت کسر ما میشه 430 هزار و مخرج کسر ما 300 هزار. البته اینجا اشتباه میر اصلاح بسازم. خب یه عدد اصلاح شد، 430 هزار بر 300 هزار که جواب هست 1.43 و اوسط سند هست یک بار. عدد یک البته عدد مناسبه هست، اگر ما صورت کسر و مخرج کسر ما با هم دیگر برابر باشه به این معنی که نسبت آنی ما عدد یک ای کمی بیشتر از یک نزدیک 1.5، به این معنی که دارایی های جاری این شرکت مناسبه و اگر ضرورت باشه به راحتی میتونه قروض شرکت پرداخت کنه. خب دو تا نکته داریم. نکته اول، هرچه نسبت جاری بزرگتر باشه شرکت برای پرداخت دیون جاری خود به مشکل کمتر مواجه می شود. تحلیلگران به این نظرن که اگر این نسبت کوچکتر از 2 باشد ممکن شرکت به مشکل سیالیت دوچار شود. خب این شرکت ما بیشتر از 2 و مشکل سیالیت دوچار نمیشه. در قسمت نسبت دومی، نسبت آنی نیست توانایی پرداخت دیون کوتاه مدت از طریق تبدیل دارایی های با سیالیت بالا به پول نقد را نشان میده. تحلیلگران عدد یک را برای نسبت آنی مناسب میدانند که باز همین شرکت نسبت بالاتر داره. پس این نسبت از لحاظ سیالیت به هیچ مشکلی بر نمیخوره. خب آخرین گروه از نسبت های مالی هست به نام نسبت های دیون. سه تا نسبت شامل این گروه داریم: نسبت کل دیون به کل دارایی، نسبت توانایی پرداخت ربا و نسبت پوشش مخارج ثابت. نسبت کل دیون به کل دارایی، کل دیون بر کل دارایی 600 هزار بر 1.600 هزار، کل دیون ما 600 هزار و کل دارایی هم 1.600 هزار که 37.5 میشه و نسبت اوسط صنعت 33%. پس نسبت کل دیون به کل دارایی کمی بیشتر از اوسط سایر شرکت ها در همین صنعته، یعنی که از دیون خوب استفاده کرده، یعنی این شرکت دیون مناسبی داره تانسته که از دیون استفاده کنه. به هر پیمانه که از دیون بیشتر استفاده بشه، در صورتی که شرکت بتانه هاشی مفاد خوبی داشته باشه و مفاد اوری خوبی داشته باشه به نفع مالکین شرکت تمام میشه. نسبت توانایی پرداخت ربا، مفاد قبل از ربا و مالیات بر مخارج ربا. ما مفاد قبل از ربا و مالیات داریم 550 هزار و مخارج ربا هست 50 هزار، 11 مرتبه، در حالی که اوسط صنعت هست 7 مرتبه. پس بنابراین این شرکت به راحتی توانایی پرداخت مخارج ربا داره. کل مخارج ربا 50 هزار در حالی که مفادی که قبل از ربا و مالیات هست 550 هزار. کسانی که به شرکت قرض بدن هیچ مشکلی بابت دریافت مخارج ربا خود ندارن، به این معنی که به راحتی این شرکت میتونه که مخارج ربا
پرداخت کنه. شما می‌بینید عدد 50,000 با 550,000 تفاوت بسیار زیاده داره، حتی از اویسط سند بیشتر. سایر شرکت به صورت اویسط 7 برابر بوده و این شرکت 11 برابر. و آخرین نسبت، نسبت پوشش مخارج ثابته که ما و شما مفاد قبل از مالیات و رب، مخارج رب و مخارج اجاره همه در صورت کسر جمع میکنیم، بعد مخارج رب جمع مخارج اجاره. معمولا این مخارج ثابته ما میبینیم که چقدر توانایی پرداخت مخارج ثابت داره. مجموعا این مخارج هست 600,000 و مخارج مفاد ما جمع این مخارج ما هست 600,000 و مخارج ریب و اجاره هست 100,000، یعنی 6 برابر مفادی که موجود هست قبل از اینکه ما مخارج اجاره پرداخت کنیم ما 600,000 داریم، در حالی که مخارج ریب و مخارج اجاره هست 100,000، 6 مرتبه. و از اوسط سنت هم 5.5 مرتبه که تقریبا نزدیکه با هم. پس بنابراین این شرکت در پوشش مخارج ثابت هم هیچ مشکلی نداره. در آخرین سلاید این هفته قرار داریم، تجزیه و تحلیل روند نسبت‌های مالی. خب شما حالا شیوه کار نسبت‌های مالی رو یاد گرفتیم، یعنی میتونیم که نسبت‌های مالی رو کار کنیم و پیدا کنیم. معمولا نسبت‌های مالی اگر ما بیایم برای یک سال پیدا کنیم شاید نتونیم یک برداشت درست داشته باشیم. هر کدام از نسبت‌هایی که ما شما در این چهار گروه خواندیم اگر برای یک سال بخوایم اونا رو پیدا کنیم معلومات اندکی برای ما میده و تحلیلی که بر مبنای ارقام یک سال کار میشه ممکنه تحلیل مناسب نباشه. معمولا چندین سال شرکت ها نسبت های کار میکنن تا ببینن که در طی مثلا 10 سال، 15 سال، 20 سال یک شرکت روند خوبی داشته و یا روند بدی داشته. در تمام نسبت هایی که ما شما خواندیم آیا نسبت مفادآوری خوبی داشته، گردش دارایی خوبی داشته یا نه، و این میتونیم هم روند در با خود شرکت مقایسه کنیم طی سالهای مختلف. مثلا از 10 سال قبل یا 20 سال قبل وقتی این نسبت رو کار کنیم دقیقا میبینیم که سیر صعودی داره یا سیر نزولی، و همچنان میتونیم این با این شرکت رو با سایر شرکت هایی که در همین عرصه فعالیت میکنن میتونیم با اونا مقایسه کنیم. اینجا یک مقایسه هم دو تا سه تا شرکت انجام داده که در چپتر شما هست، میتونیم به او مراجعه کنیم. سه تا شرکت آی بی ام، یونیسیس و اپل که در چپتر شما اینا کار شده در صفحه 54 چپتر درسی. قسمت من در این دو تا گراف رو شما توضیح میدم. اینجا داریم نسبت حاشیه مفاد و اینجا داریم نسبت گردش کل دارایی ها. در قسمت نسبت حاشیه مفاد شما میبینیم این خط پایینی مربوط میشه به شرکت مهتاب و این خط بالایی مربوط میشه به متوسط صنعت. حاشیه مفاد شرکت مهتاب در ابتدا پایین تر از حاشیه مفاد متوسط صنعت بوده، اما میبینیم که در طی سالهای ممکنه این در طی 10 15 20 سال باشه آرام آرام نزدیک میشه، گاهی باز اینجا فاصله پیدا میکنه به جایی میرسه که با متوسط صنعت یکی میشه و یک قسمت از سالها بالاتر از متوسط صنعت میره، ولی متاسفانه در این قسمت باز پس پایین تر از سایر شرکت ها میره، در حالی که این خط میبینیم متوسط صنعت بالا رفته اما نسبت حاشیه مفاد شرکت مهتاب پایین تره. یعنی این روند برای ما نشان میده در طی چندین سال که این شرکت به کجا قرار داره. همچنان که در قسمت نسبت گردش کل دارایی ها با وجوده که نسبت گردش کل دارایی ها هم از متوسط صنعت پایین آمده هم از شرکت مهتاب طی چندین سال از اینجا شروع شده میبینیم سیر نزولی داره، ولی شرکت مهتاب هیچگاه از متوسط صنعت پایین تر نیامده، این فاصله حفظ کرده. متوسط صنعت پایین آمده میبینیم به این شکل، شرکت مهتاب هم پایین آمده ولی در این قسمت آخر میبینیم که فاصله حتی بیشتر شده. یعنی گردش کل دارایی های شرکت مهتاب
همیشه از متوسط صنعت بالاتر بوده. ما وقتی روند در بیایم بررسی کنیم در طی چندین سال، برای ما یک تصویر بهتر میده و ما میفهمیم که این شرکت در کجا قرار داره. سرمایه گذارانی که میخوان اسهام شرکت خریداری کنن، کسانی که میخوان با این شرکت معامله کنن، جنس به شرکت بفروشن، قرض به شرکت بدن، از روی این نسبت ها خصوصا در یک روند چند ساله میتونن وضعیت شرکت بهتر درک کنن و تصمیم بگیرن که آیا این معامله با این شرکت انجام بدن یا انجام ندن. مثلا اسهام شرکت خریداری کنن یا نکنن، قرضه به شرکت بدن یا ندن، کدام معامله خرید و فروش با این شرکت انجام بدن یا انجام ندن. بنابراین نسبت ها برای ما این موارد رو میتونه آشکار کنه تا تصمیم گیری آسان تر بشه. خب اولین درس این هفته ششم ما در همه قسمت ختم میشه. خدا حافظ و نگهدار شما.